میخوام 5 ترفند بهتون آموزش بدم که اگه این 5 ترفند رو قشنگ بلد باشین همیشه توی بازی حکم برنده این. توی این بازی فرض کنین حکم ما پیک هستش. اگه این بازی حکم رو به صورت مبتدی هم بلد نیستین و قوانینش هم نمیدونین، این ویدیوی که بالا گذاشتم حتما حتما اول اینو ببینین بعدش بیان این ویدیو. اگه قوانین حکم هم بلدین، در حد متوسط و مبتدی هستین، این ویدیو مخصوص شماست. توی حکم 4 حالت وجود داره. یا شما نفر اولین که میخواین بازی کنین، یا نفر دوم، یا نفر سوم، یا نفر چهارم. توی حکم 4 نفره. همه وقتی که نفر اول میخوان بازی رو شروع کنن، اولین کاری که میکنن آساشون رو میندازن پایین، چون چیزی دیگه نمیدونن، فکر میکنن فقط باید توی حکم سراشون اول بندازن پایین و این کار کاملا اشتباهه. قانون اول حکم اینه: شما توی بازی حکم نباید قابل پیشبینی باشین، نباید بقیه بفهمن که شما آس دارین یا چیز سر رو دارین، کلا دست شما نباید پیش بقیه رو باشه. خب پس ما اگه آس ها رو بازی نکنیم، نفر اول باشیم، باید چه کارت هایی بازی کنیم؟ کارت هایی باید بازی کنیم که با انداختن اون کارت ها کسی متوجه نشه که ما چی داریم. بازیکن متوسط آساشون رو نمیندازن، ولی میان یه کاری میکنن، مثلا یک عدد کوچیک میندازن، اون عددی رو میندازن که شاهش دست خودشونه، مثلا خشت، شاه خشت رو دارن، یه عدد کوچیک خشت میندازن که با این آس خشت بیاد پایین که شاه خشت دست بگیره. گفتم که باید غیر قابل پیش بینی باشین. وقتی شما این کارو هم بکنین، بقیه میفهمن که شما شاه خش دارین، و وقتی بفهمن که شما شاه خش دارین، شما رو آس و بی بی میخونن. حالا به شما میگم که این تکنیک آس و بی بی واسه کجا هستش. پس ما نباید هفته خش رو هم بازی کنیم، یعنی خالی که شاهش دست ما بازی کنیم، و یه خالی رو بازی کنیم که بعدش این آسی که داریم برش نره. با این کاری که کردم، این چارگش نیست که انداختم، ممکنه که شاه بی بی بیاد پایین، اونا نمیدونن که آس دست منه، چون میگن اگه آس دستش بود الان بازی میکرد. با این کار ممکنه شاه بی بی بیاد پایین و آس و سرباز من دست بگیره. خب این همش یک ریسکه، شاید سرباز رفت برش، شاید آس هم رفت برش، ولی احتمالش خیلی پایینه. و اگه من اول آس بازی کنم، این سرباز من مطمئنم که دست نمیگیره، چون شاه هست، بی بی هست، این سرباز 100% میره برش. ولی وقتی که من این چارگشنیز رو بازی کردم، ممکنه هم سرباز من دست بگیره و هم آس من، یعنی من با گشنیز به جای اینکه یک دست بگیرم، دو دست میگیرم. خب بریم سراغ ترفند دوم. توی حکم اگه شما نفر دوم باشیم، باید چیکار کنیم؟ فرض کنیم نفر اول دوی دل رو بازی کرده، بازیکن مبتدی همینجور که گفتم اولین کاری که میکنن آس هاشون رو میندازن، میبینن دوی دله، خب این آس دل، فقط حالو میبینن، میخوان همین الان دست بگیرن، به فکر دستای بعدی اصلا نیستن. بازیکن متوسط میگن نفر دوم همیشه باید کارت کمتر رو بزنه، یعنی هر وقت نفر دوم بازی میکنی تو کارت کمتری رو بزن، چون نفر چهارم اونی که ته دسته یارته و تو نباید چیز زیادی بزنی، نباید آس تو بزنی. اینو راست میگن، ولی همیشه این کارساز نیست. ولی بازیکن حرفه‌ای بی بی دلو بازی میکنن. واسه چی بازیکن حرفه‌ای باید بی بی دلو بازی کنن؟ هر کارتی که هر کسی بازی میکنه یک دلیلی واسش داره. اون نفر اول که دوی دل انداخته مطمئنا شاه دلو داره، میخواد با این کار چیکار کنه؟ میخواد آستونو بیاریم پایین، هر کی آس داره بیاد پایین که شاه دلش دست بگیره. مثل همین خشتی که بهتون گفتم که هفت خشتو بندازیم، آس خش بیاد پایین شاه دست بگیره، و گفتم ترفند آس بی بی روتون میزنن. حالا ترفند آس بی بی رو فهمیدین چیه؟ من مطمئن بودم که شاه دل دست اونیه که دوی دل بازی کرده، و الان بی بی دل انداختم، کسی شاه دل دیگه نداره بندازه روش، و این دستو جمع میکنم، حالا آس دل رو من میندازم پایین. اوکی، اگه من این کار نمی کردم چی می شد؟ اگه آس دلو می زدم، اون شاه دل اون دست می گیره و بی بی دل من می شد دست سوم، یعنی احتمال برش رفتن بی بی دل من خیلی زیاد بود، و با این کار من دو تا دست رو 100% گرفتم. الان شیشه دل رو می ندازم، هم دل من خالی می شه، کلن خال دل من خالی شد، الان شاه دل این بذارین دست می گیره، و مطمئنن 90% شاه دلش دست نمی گیره، یک نفر برشه اینجا، مگر اینکه دلها به صورت مساوی دیگه تقسیم شده باشه. خب پس ترفند دوم یعنی همین آس بی بی رو امیدوارم فهمیده باشین. بریم سراغ ترفند سوم. ترفند سوم، فرض کنید که 3 تا کارت سر دارین از یک کارت غیر حکم، و حکماتون پیک هستش که اون 4 تا پیکن. بازیکن مبتدی میان اول خششون رو بازی میکنن، میگن حکمو تو باید سر آخر بازی کنی، ولی این خشت ها
این ستاش که دست نمیشه، همش میره برش. شما باید چی کار کنین؟ شما باید حکم لازم کنین، با این کوچیکه لازم کنین ها، نه این آس بندازین. شما اولین کاری که میکنین با سه پیک لازم میکنین. این سه پیک چه کار میکنه؟ تمام حکمای اینا رو میکشه پایین. درسته این سه پیک چیز ریزیه، ولی سه تا حکم درشتر میکشه پایین. و وقتی این سه پیک تموم شد، این آس و سرباز مطمئنن حکم درشتشون رو میکشه پایین. حالا بهتون میگم چجوری. این سه پیک رو میندازین. خب اگه این سه نفر زرنگ باشن، حالا یکیش که یار شماست، اگه اینا زرنگ باشن، حکم ریزشون رو میدن پایین. و بعدش کلن وقتی باز دست شما افتاد، دوباره با هشت لازم میکنین. اوکی؟ حالا اینا میگیم حکمای ریزشون رو آورده باشن پایین، شما با یک آس که بندازین، حکم درشتشون میره زیر این آسه. اوکی؟ پس حکم درشت رو اینجوری نابود میکنین. یا اگه حکم درشتشون نرفت زیر آسه، چیکار میکنین؟ سرباز دیگه نمیندازین، چون حکم درشتشون سرباز دست میگیره. الان اینو دیگه سرباز نباید بندازین. الان شما باید تنها کاری که بکنین چیه؟ شما الان بیان خشتاتونو بازی کنین. حکم درشت اونا باقی مونده، یعنی شاه دارن، بیبی دارن، از اینا دارن. اینا مثلا خش نداشته باشن، به نظرتون دلشون میاد روی این شاه خشته بیبی و شاه بزنن؟ اصلا دلشون نمیاد. پس اینا رو رد میدن، این خشتای ما دست میگیره. اصلا گیرم روی یکی از خشتا بیان درشتاشونو بزنن، سرباز تو دست میشه. اوکی؟ شما باید حکمو بازی کنین تا دستتون بیاد بفهمین حکم چیه. الان جوری که من توضیح میدم به این صورت، شما سعی کنین غیر قابل پیش بینی باشین، همیشه توی حکم برنده این، نذارین حریفاتون شما رو آنالیز کنن. بریم سراغ ترفند چهارم. یادتون هست بهتون گفتم که بازیکن متوسط میگن شما نفر دوم نباید خال درشت بازی کنین، همیشه خال ریستر بازی کنین. چرا اینو میگن؟ چون گفتم که تعدست یار منه و اون خیلی راحت تر میتونه از من بازی کنه. مثلا تو این دست من چه کاری سرباز گشنیز بازی کنم وقتی که شاه نرفته، بیبی نرفته، آس نرفته؟ من میام خال ریز بازی میکنم. پس بعضی موقع شما باید خال درش بازی کنین، بعضی موقع خال ریز بازی کنین. مثل اون آس بیبی که اول بهتون گفتم، اونجا باید خال درش بازی کنین، همون بیبی. خب بریم سراغ ترفند پنجم. گاهی اوقات پیش میاد، گفتم که نفر اول باشین، دوم باشین، سوم باشین. الان شما فرض کنین نفر سومین. نفر دوم که گفتیم بیشتر اوقات خال کمتر رو بازی میکنه، نفر سوم باید چه کار کنه؟ فرض کنین خش بازی شده و آس خش نرفته، شما نفر سوم دیگه نباید کمر رو بازی کنین، با اینکه آس خش نرفته و ممکنه دست بغلی باشه، ولی شما نباید دقیق خشت رو بازی کنین. شما اگه دقیق خشت رو بازی کنین، این وری با مثلا سرباز دست میگیره و بعدش آس خشت رو میندازه و این شاه خشتتون کلن نابود میشه. اوکی؟ شما پس تنها کاری که باید بکنه اینه که شاه خشت رو بندازین، شاید این که آس خشت دست این نفر بغلیه باشه. فرض کنین شما سه تا کارت هم داشته باشین، باید شاه خشت رو بزنین. شما نفر سوم باید زورتون رو بزنین. توی 99% مواقع شما باید هر چی توان دارین روی نفر سومین بذارین و اون دستو یا جمع کنین، یا اینکه اون نفر بعدیتون که ته دست میخواد بازی کنه اونو وادار کنین که زور آخرش رو بزنه. حکم پیکه. شما فرض کنین نفر چهارمین. گفتیم که نفر چهارم قشنگ دستا رو میبینه و میخواد اون دست رو سر کنه و دست رو جمع کنه. همیشه نفر چهارم نباید دست رو جمع کنه. مثلا اینجا حکم پیکه، من نباید آسی پیکم رو بندازم. یعنی الان ده پیکه من فقط واسه اینکه دست رو جمع کنم آسی پیک رو باید بندازم، ولی من سه پیک رو میندازم. واسه چی؟ اگه من آسی پیک رو بندازم چه اتفاقی پیش میاد؟ شاه، بیبی، سرباز، اینا همه دست میشه. و اگه اینا دست همینی که دوی پیکو بازی کرده، من مطمئنم دست همینه، چون واسه چی باید دوی پیکو بازی کنه؟ واسه اینکه آسش بیاد پایین و اون ستاش دست بگیره. و وقتی شاه، بیبی، سرباز بیاد دست بگیره، این ستا که من اصلا میره. اوکی؟ پس من نباید آسمو بازی کنم. این آس مثل یک کلید قفله، نباید من با این آس قفلو باز کنم که این که دوی پیک انداخته به ما حمله کنه. مطمئنم اگه شما این ترفندهایی که گفتم رو رعایت کنین، توی حکم همیشه برنده این. حتی اگه دستتون نسبتاً بد باشه، شما همیشه توی حکم برنده این. فقط به شرط این که شما توی حکم
غیر قابل پیش بینی باشین. توی قسمت‌های بعدی سعی می‌کنم ترفندهای حرفه‌ای‌تر به شما آموزش بدم و اگه لازم شد به شما تقلب‌های بازی حکمم بگم. اگه این ویدیو رو دوست داشتین ویدیو رو منو لایک کنین، اگه کانال منو سابسکرایب نکردین لطفاً کانال منو سابسکرایب کنین. در ادامه دو تا ویدیو بهتون پیشنهاد میکنم، اگه از شعبده با پاستور خوشتون میاد لطفاً این ویدیو رو هم ببینین، خیلی این شعبده ها خفن هستن. تا ویدیوی بعدی خدا نگهدار.